مسئله سقراط و افلاطون هم همین مسئله تربیت، فضیلت، عدالت و سیاست. فلسفه در دوره یونان از اساس تنین سیاسی داره، به خصوص فلسفه مابعد سقراطی، چون سوفسطاییان فلسفه رو از آسمان به زمین آوردن. پیش از اون فیلسوفان پیشا سقراطی از تالس تا پارمنیدس و هراکلیتوس و آنکسیمندر و امپدوکلس و فیلسوفان پیشا سقراطی، اینها کسانی بودن که راجع به آرخه جهان حرف می‌زدن، راجع به اصل اساسی تشکیل دهنده جهان به نحو انتزاعی حرف می‌زدن، فیلسوفان تنها و سر به گریبانی بودن، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. از زمان سوفسطاییان تفکر انتزاعی در یونان که شکل گرفته به تدریج وارد یه دوره جدیدی میشه. سوفسطاییان یه گروهی هستند که از محاورات انتزاعی که در دامن فلسفه شکل گرفته استفاده میکنن برای اغراض اجتماعی و فرهنگی، و مسئله اصلی اونجا تربیته و حقوقه، یعنی قلمرو حقوق و تربیت، پایدیا، فرهنگ. برای همین سوفیست ها تمایزشون با اون فیلسوفان پیشا سقراطی اینه که اونا آدم های تنهایی بودن، ولی اینها یه حلقه از شاگردان پیرامون خودشون دارن که اساساً اون سوفیست یا دانشور وظیفه اصلیش اینه که اینها رو تربیت بکنه برای اینکه جامعه به فضیلت و سعادت برسه. یعنی فلسفه یک کنش سیاسی میشه. حالا فلسفه هنوز ظهور نکرده، با فیلسوفیا ظهور نکرده، سوفیزم ظهور کرده. دانش، حکمت جهت سیاسی پیدا میکنه، یعنی تربیت جوانان برای اداره امور سیاست. در این دوره است که فلسفه، تفکر انتزاعی جهت فرهنگ پیدا میکنه، جهت سیاسی پیدا میکنه. و سقراط هم تو همین زمینه ظاهر میشه در نقد سوفسطاییان، یعنی تو همون کانتکست سوفیزم قرار گرفته سقراط. و مسئله سقراط و افلاطون هم همین مسئله تربیت، فضیلت، عدالت و سیاست هم.